کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بر اساس برنامه 100 روز 100 مژده با هدف ایجاد سهولت در دسترسی مردم به اسناد و فرم‌ها موظف گردیده است تا اسناد و فرم‌های 11 اداره خدمات ملکی که بیشترین ارائه خدمات را برای مراجعان دارند آنلاین سازی کند. این پروسه به تحصیل از بند 4، 9 و 7 دیجیتال سازی و انکشاف مخابرات و محور 4 اولویت‌های انکشافی برای سال‌های 2021 الی 2025 دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان آغاز شده است. مزایای این پروسه سرعت در عرضه خدمات به شهروندان، ایجاد شفافیت و گام به سوی حکومتداری دیجیتالی، سرعت و دسترسی آسان به اسناد و فرم‌ها و کاهش فاصله میان مردم و دولت است. این پروسه در وزارت‌های تحصیلات عالی، زراعت، آبیاری و مالداری، معارف، کار و امور اجتماعی، مالیه، عدلیه، صنعت و تجارت، صحت عامه، ارشاد، حج و اوقاف، اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی و وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تطبیق شده است. ریاست اصلاح و بهبود پروسه ها در کمیسیون در مطابقت با پلان عملیاتی این اداره پروسه آنلاین سازی فرم ها و اسناد را در 3 مرحله شناسایی اسناد و فرم ها، تحلیل و انتخاب و آنلاین سازی تنظیم کرده است. ریاست اصلاح و بهبود پروسه ها در کمیسیون برای شناسایی فرم ها و اسناد دارای بیشترین متقاضی با اداره های مربوطه نشست های کاری برگزار کرد که از میان تمامی فرم ها و اسناد 98 فرم و سند دارای بیشترین عرضه خدمات شناسایی و به منظور دسترسی آسان مردم به این فرم ها و اسناد در وبسایت های رسمی این اداره ها گنجانیده شد. 25 فرم در وزارت تحصیلات عالی، 23 فرم در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، 11 فرم در وزارت معارف، 7 فرم در وزارت کار و امور اجتماعی، 6 فرم در وزارت مالیه، 6 فرم در وزارت عدلیه، 6 فرم در وزارت صنعت و تجارت، 4 فرم در وزارت صحت عامه، 4 فرم در وزارت ارشاد، حج و اوقاف، 4 فرم در اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی و 2 فرم در وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به منظور دسترسی آسان به این فرم ها آنلاین سازی شده است.